نبي من أنبياء الله مثل في العزم والتسليم موسى ذكرها المولى في القرآن حديث الخير وآياته ويوم الزينة وعصاته وليه في الأولين سيرة ذكرها المولى في القرآن حديث الخير وآياته ويوم الزينة وعصاته معدودة بالآية وفيها الأصل والغاية يعلم ربنا الإنسان آيات معدودة بالآية وفيها الأصل والغاية يعلم ربنا الإنسان نبي من أنبياء مثل في العزم والتسليم موسى بسم الله و الحمدلله بار الها سلام و صلوات و برکت فرست بر سرورمان محمد سلامی که سبب رضایت تو گردد و بخشش گناهان ما بار الها او را پاداشیده که شایسته اوست و او را پاداشیده به مانند پاداش پیامبران قبل و بلکه بیشتر
امنیت کشورمان در خطر است و باید احتیاط کنیم. چه خطری کشور را تهدید می کند سرورم؟ بنی اسرائیل، می ترسم که به ما خیانت کنند. ممکن است همانطور که این بار با صحرانشینان فلسطین همدست شدند، شاید دفعه بعد نیز با هیتی ها متحد شدند. و هیتی ها قدرتمند هستند و مانند صحرانشینان ضعیف نیستند. پس شکنجه بنی اسرائیل را افزایش می ده. من چنین قصدی ندارم. پس چه قصدی دارید ای بزرگ مصر؟ قصد من این است که اسیران فلسطینی را پیش چشم بنی اسرائیل قتل عام کنم تا قلبهایشان پر از وحشت شود. می خواهم اجساد اسیران بادیه نشین را در مقابل بنی اسرائیل قطعه کنم. می خواهم اعضایشان را پاره پاره کنم. می خواهم در دل هر کسی که شاهد این صحنه است ترس و وحشت بیفتد. این طوفان کسی است که فکر می کند می تواند از چنگ فرعون مصر فرار کند. همه باید بدانند که هیچ کس روی زمین قدرتمندتر از فرعون نیست ولا غیر. من برای بنی اسرائیل نگرانم. من هم همینطور، اما به نظرت چه کنیم؟ احساس می کنم فرعون از مکاتبات من با هیتی ها با خبر شده. دهانت را ببند و هرگز دوباره این کلام را به زبان نیاور. ممکن است کسی بشنود چه می گویی. امروز شما را جمع کردم و بدون کاهن اعظم فرا خواندم، زیرا امری بسیار مهم و کاملا محرمانه دارم. ما تحت فرمان توییم ای بزرگ مصر. می خواهم برای همیشه از شر بنی اسرائیل خلاص شوم. از نیروی نظامی و ارتش می خواهم که هیچ یک از بنی اسرائیل را در خاک مصر زنده نگذارند. اما چه کسی کار برده ها را انجام خواهد داد؟ مصری ها از انجامش سرباز می زنند. بنی اسرائیل خادمان و بردگان ما هستند. آنها به اجبار معابد و آرامگاه های ما را می سازند. آنها از زمانی که شاهد تکه شدن اجساد صحرانشینان بودند تا کنون در ترس و وحشت زندگی می کنند. به تازگی چه اتفاقی افتاده که دوباره آتش خشم شما را برانگیخته سرورم؟ وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. و فرعون صاحب سپاه بزرگ و قدرتمند، همان کسانی که در شهرها طغیان و سرکشی کردند و فساد بسیار در آنها به بار آوردند، آنگاه پروردگارت تازیانه عذاب را بر آنان فرود آورد. یقیناً پروردگار تو در کمینگاه است. پدر فرعون با امضای یک پیمان نامه صلح با هیتی ها بر ترسش از جانب بنی اسرائیل غلبه کرد و پیکی نزد هیتی ها فرستاد. از فرعون مصر ستی اول به پادشاه هیتی ها، درود من بر تو باد.
جنگ های بسیاری بین ما انجام شده و خونهایی از هر دو ملت ریخته شده و کودکان هر دو ملت را یتیم کرده و زنان هر دو ملت را بیوه نموده و فکر می کنم برای هر دو ملت زمان آن فرا رسیده که به این خونریزی ها پایان دهیم و به جای کینه و عناد راه محبت و صلح را پیش گیریم، راه امنیت و استقرار ملت‌های ما. اگر شما هم بمانند ما خواهان صلحید، بیایید تا پیمان ببندیم و اگر غیر از این می‌خواهید، تصمیم با خودتان است. پادشاه و فرعون مصر، ستی اول. این سفیر را گرامی دارید، برایش مکانی فراهم کنید تا ما مشورت کنیم و فردا پاسخ خود را با او بفرستیم. متشکرم سرورم. نظرتان درباره آنچه شنیدید چیست؟ از تعجب متحیر شدم و درست نمیدانم چه بگویم سرورم. وزیر خارجه ما چه میگوید؟ آیا او هم مثل فرمانده لشکر متحیر است؟ من در شگفتم سرورم، چرا که در روزهای گذشته هیچ گونه اخباری مبنی بر تمایل مصر به صلح دریافت نکردم. این عذر بدتر از گناه است ای وزیر. تو باید اولین کسی می بودی که از این امر خبردار می شد. سرورم، من فکر می کنم شاید فرعون مصر بیمار باشد یا شاید مشکلات داخلی داشته باشد که او را وادار به بستن پیمان با ما کرده است. من نیز همین فکر را می کنم. شاید جنگ های پی در پی در این سالها سپاه مصر را ضعیف و سست نموده. شاید این فرصت خوبی باشد تا با سپاه مصر بجنگیم و آنها را شکست دهیم و از بین ببریم و از شر مصر خلاص شویم. سپاه مصر در بدترین حالت هم ضعیف نیست. این مورد اول. ثانیاً، جاسوس ها و خبرچینان ما در بنی اسرائیل هیچ گزارشی در مورد فرعون مصر یا سپاهش به ما ندادن. اگر فرعون بیمار بود ما خبردار می شدیم. تا جایی که من می دانم فرعون در سلامت کامل است و در انتظار تولد اولین فرزندش است. خزانه ما هم سرورم یک سال بیشتر دوام نمی آورد و بعد از آن خالی می شود. من فکر می کنم بستن پیمان صلح فرصت خوبی برای ماست تا با کار، کش و زراعت بار دیگر آن را پر کنیم و سپاه من را دوباره مجهز نماییم و آن را گسترش دهیم و برای شکست مصریان به طور کامل آماده شویم سرورم. پس پیمان صلح به ما فرصت می دهد تا خزانه خود را پر کنیم و سپاه را گسترش دهیم تا در جنگی دیگر مصر را نابود کنیم. سفیر را فرا بخوانید. از پادشاه هیتی ها و فرمان روای بزرگ آنان، درود بر شما. ما صلح را بدون هیچ شرطی میپذیریم. شما باید برای امضای این پیمان نامه به خاک ما بیایید تا این پیمان نامه را امضا نماییم و آغازگر عصری جدید و بدون جنگ و خونریزی باشیم. نظرتان را درباره آنچه شنیده اید بیان کنید. فکر می کنم فرستادن سفیر و درخواست پیمان صلح تصمیم شتاب زده ای بود. من از لحن پادشاه هیتی ها خوشم نیامد. او به گونه ای حرف می زند که گویی در موضع قدرت است. شاید آنها فکر کرده اند که سپاه ما ضعیف شده یا مشکلاتی داریم که وارد شدن به میدان جنگ ضعیف من می کند. من با همه شما موافقم.
اما تنها چیزی که در این نامه باعث خشم من شد این است که او از ما می‌خواهد برای امضای این پیمان نامه نزد او به سرزمینش برویم. آیا او متوجه جایگاه ناچیزش در برابر فرعون مصر نشده است؟ اگر خواستار جنگ جدیدی هستید سرورم، سپاه ما در بهترین شرایط قرار دارد و کاملا آماده آن است که چنان درسی به هیتی ها بدهد که هرگز از یاد نبرند. ای فرمانده سپاه، تو باید عاقل تر از این باشی. ما سفیری برای صلح فرستاده ایم. این امر چگونه میتواند به جنگ ختم شود؟ ما نباید از هدف اصلیمان دور شویم که همان قطع ارتباط بین هیتی ها و بنی اسرائیل است. پس باید به فکر بهبود شرایط موجود باشیم و این ملاقات نباید در خاک هیتی انجام شود. این همان چیزی است که من می‌خواهم. سفیر را نزد آنها بفرستید تا به آنها بگوید ما می‌خواهیم امضای پیمان نامه در مکانی بی‌طرف انجام شود. به فرعونت بگو ما با امضای پیمان نامه در مکانی بی‌طرف موافقیم. ای پادشاه هیتی ها، باید بدانی پیمانی که بین ما بسته می شود از موضع قدرت است و نه از موضع ضعف. سپاه مصر قدرتمند است و توان این را دارد که هر وقت بخواهد جنگ را برپا کند. وقتی اینجا آمده ایم در بخشی از یک سرزمین بی طرف برای بستن پیمان صلح، دیگر چه نیازی به این صحبت هاست؟ من نمی خواهم که این تصور در ذهن پادشاه هیتی ها ایجاد شود که سپاه مصر ضعیف شده است یا در شرایط بدی قرار دارد. ما از قدرت سپاهیان مصر با خبریم، همچنین به قدرت سپاهیان خود مطمئنیم. سپاهیان هیتی قدرتمند و تعدادشان بسیار است. آنها کاملا مجهز و آماده هر گونه پیکارند. هدفتان از این نمایش قدرت چیست ای پادشاه هیتی ها؟ من نمی خواهم فرعون مصر تصور کند که سپاهیان هیتی کوچکترین ضعفی دارند. بگذارید هر دو پادشاه این پیمان نامه را امضا کنند تا صلح و ثبات بر هر دو کشور حاکم شود. بگذارید هر دو ملت جشن بگیرند. بیایید تا ضیافت برپا کنیم. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم ولولا نور النبي الكل ده كان ضال لكن إرادة ربنا سهل.
مثل عند الخلق لو ثبت كان كله آمن بحكمة ربنا.